اسدالله میلاد آگاه رابطه بین الملل با ما هستند. و تلو نیست خیلی خوش آمدین، سلام بر شما. هم در مورد حمله های ائتلاف جهانی ضد داعش دید و باور شما چی است؟ چقدر این حمله واقعا مؤثر بوده و تانسته که بر داعشیان ضربه هم وارد بکنه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و سلام به بینندگان تلویزیون تلو و سلام به همکاران تکنیکی شما. خب بدون شک ائتلاف که به خاطر کوبیدن داعش در عراق و در سوریه تشکیل شده، خود دقیقاً که از لحاظ نظامی فشار بالای داعش وارد کرده و بعضی از گروه هایی که به نمایندگی از ائتلاف در روی زمین عملیات انجام میتد، دقیقاً که فشار بسیار زیاد روی گروه داعش وارد کرده. اما مهم است که داعش باعث یک گروهی که فعالیتش تنها متمرکز به سوریه و عراق نیست، در دیگه مناطق آیا دولت گسترش است یا دولت کوبیدن یا ضعف است؟ خب در کل وقتی که داعش را به بررسی بگیریم، واضح است که مناطق هم در این چند کشور در قلمرو داعش بود و توسط داعشی های داره میشد. حالا این ائتلاف هم در برابر گروه داعش شکل گرفت. بین از آغازش تا فعلانش ارزیابی بگیریم، به باور شما نقش این ائتلاف در برابر گروه داعش چگونه بوده؟ خب خود از آغاز تا فعلا فکر کنم که ائتلاف از لحاظ نظامی یک فشار بسیار زیاد را بالای مناطق که در اونجا داعش نفوذ داشت بالای زو وارد کردن، مثلا بعضی شهرهایی که در داخل عراق در دست داعش بود، موصل و بعضی از مناطق دیگه که اونجا حتی نفت وجود داشت و داعش میتونست که به شکل بسیار دقیقش از اونجا بعضی از زواید مالی به دست بیارد، او را از دسترس داعش خارج ساخته. به این اساس ما گفته میتونیم که نفوذ داعش در خود عراق و نفوذ داعش در مناطق که در سوریه فعالیت داشتن رو به کاهش است و در این طبیعی است که این ائتلاف نقش بسیار اساسی داشته از بین بردن نفوذ داعش در این مناطق. ما میتونیم بگوییم که بدون حملات از ائتلاف نمیتونست داعش در شرق الاوسط خصوصا در سوریه و در عراق سرکوب کنن. ولی دیداشت عملیات هم که در عراق انجام شد در برابر گروه داعش و پایتخت خودخوانده گروه داعش هم به تصرف نیروهای عراقی درآمد، درست بیرون شدن و یا هم بیرون ساختن داعشیان از عراق چقدر یک ضربه محکم بر پیکر گروه داعش و فعالیت های این گروه بوده؟ خب وقتی که ما روی ارزیابی که ضربه به داعش وارد شده یا نشده وقتی که ارزیابی میکنیم، ما فکر میکنیم که داعش بس یک گروهی که در کشورهای مختلف فعالیت میکنه. اگر در یک کشور زمین از دست میده یا نفوذ از دست میده، به این معنا نیست که شکست میخوره، خصوصا در حالتی که در کشور دیگه تقویت میشه. مثلا در منطقه ما که افغانستان است، داعش رو به تقویت است و استاد رشد کرده میره. به این اساس از لحاظ گروه و فعالیتش در چند کشور، ضعفش در یک منطقه به معنای ضعفش در تمام مناطق نیست. از این خاطر گفتن میتونیم که یک ضربه بسیار محکم در تمام جبهات داعش است، صرف در امو بخشی که عراق است یا در بعضی از نقاط سوریه میتونیم بگوییم که برای داعش چیز وارد شده. حالا همین گونه هم در سوریه، یعنی دید و باور شما است که اصلا داعش دیگه شکست نخورده و این مفهوم که داعش جای خود را تغییر داده میگه؟ ولی وقتی که داعش با این گونه راهکار به پیش میره و مبارزه خود انجام میده، مبارزه جهانی را در برابرش ارزیابی اگر بگیریم، چقدر متناسب به اون شیوه جنگ است که خود داعش انجام میده؟ خب یک چیز باید بسیار واضح باشه، مثلا وقتی که از گروه های تروریستی یاد میشه یا از گروه هایی که او منحصر به یک قلمرو خاص نیست و منحصر به یک گروه خاص نیست، از این بعضی از استفاده های سیاسی و ژئوپلیتیکی هم صورت میگیره و بعضی از روابط با بعضی از کشورهای بزرگ هم وجود داره که گاهی اوقات منافعی که یک گروه تروریستی داره و منافعی که بعضی کشورهای برقدرت داره، این منافع گاهی وقت در تضاد است و گاهی وقت در توافق قرار داره. این حال در مناطق که این منافع با هم در تضاد نباشند، در اونجا فکر کنم زیاد فشار آوردن میشه بالای از این گروه ها. اما این گروه ها گاهی اوقات باعث یک آله دست مورد استفاده قرار میگیره برای بعضی از کشورها یا کشورهایی که در اون منطقه نفوذ داره یا بعض قدرت های استخباراتی که وجود داره. به او اساس است که ما گفتن میتونیم که آیا تا چی اندازه ای با مبارزه با گروه داعش تطابق داره یا نداره. از این خاطر این قضیه کمک متفاوت است. آقای میلاد، موضوع دیگه هم حضور گروه داعش در کشور مثل سوریه. سالا دیدم شک سوریه یک بحران بسیار تر درگیرش است که چندین کشور شاملش هم میشه، ولی ائتلاف جهانی مبارزه با داعش هم همچنان در سوریه و عراق دست به عملات هم میزنه. در سوریه چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعا باور میکنین که گروه داعش در حال ختم شدن مثل که در عراق بود در سوریه هم است یا چگونه؟
خب سعی کنیم وقتی که ما قضیه داعش بررسی میکنیم ما باید پیش زمینه زیرم کمک مورد توجه داشته باشیم. اویی است که شما اگر به بهار عربی نگاه کنین که در اونجا رژیم ها تغییر کرد و بالاخره این موج بهار عربی رسید به سوریه و در سوریه هم اکثریت مردم میخواست که باید رژیم سوریه تبدیل شود و یک حکومتی که خواست مردم باشه که بر اساس قوانین بین المللی هم سلف دترمینیشن یا تصمیم سیاسی و اقتصادی یک نظام باید توسط مردمش گرفته شود و این خواست در سوریه وجود داشت. متاسفانه که این کار صورت نگرفت به دلیل از اینکه اجندای که انقلابیون حمل میکردن و اجندا خلاف اجندای بین المللی بود، از این خاطر رژیم حاکم ماند و بالاخره بعضی از قدرت ها مثلا ایران، روسیه، مثلا بعضی از گروه های به نام حزب الله و دیگه آمدن از حکومت بشار طرفداری کردن و بشار در قدرت ماند و توافق بین المللی به این شد که باید بشار در قدرت بانه و داعش صرف به خاطر از اینکه در سوریه انقلابیون تضعیف کرده باشه به نقش داعش در سوریه به این رقم فکر کنه معیار ساخته شده بود و بعضی از کشورها به شکل بسیار دقیق بر ازی کار میکردن که داعش باید بایست یک گروهی که بتونه انقلابیون مورد هدف قرار بده و از لحاظ نظامی وار شکست بتن و یا هم وار متفرق بسازن به دلیل بعضی از حملاتی که تفرقه مذهبی را میخواستن انجام بتن. به او اساس انقلابیون باید تضعیف میشد و رژیم بشار باید تقویه میشد. از این خاطر من فکر میکنم که داعش در کل قضیه بهار عربی یا در قضیه عراق سوریه باعث یک وسیله استفاده شده نه باعث یک اجندای کلی. یعنی باور شما این است تا زمانی که خود بحران در سوریه حل نشه داعش هم نابود نمیشه دیگه؟ دقیقاً. پس بین در مورد بحران سوریه هم صحبت بکنیم. دیده میشه که حالا 29 غیر نظامی دیگه هم در حمله هوایی اطراف جهانی ضد داعش در سوریه کشته میشن و همین گونه روزانه شاهد جان باختن و کشته شدن چندین تن در این کشور بر اثر درگیری ها هستیم. حالا سوریه و بحران سوریه به کدام سمت سو در حرکت است؟ خب وقتی که ما از بحران سوریه گپ میزنیم خب بحثی است که مردم سوریه چی میخواین و یا خب بسیار واضح است که در اول انقلاب اکثریت مردم در سوریه خواستار تغییر رژیم بودند، اما ای که بدیل رژیم یا بدیل حاکمیت فعلی چگونه یک حاکمیت باشه سر از او بعض از اختلافات به سطح بین المللی وجود داشت. به این اساس بود که باید اجندایی که انقلابیون حمل میکردن او اجندا باید تغییر میکرد و به این اساس ما از لحاظ دیپلماتیک دو نوع مذاکرات برای بحران سوریه از آغازش تا فعلا شاهدش بودیم که یکی تلاش های دیپلماتیکی بود که توسط ترکیه، توسط قطر، توسط اردن و توسط بعضی کشورهای دیگه که وقت انقلابیون بسیار رابطه تنگاتنگ داشتن، حتی تجهیزات به او انتقال میدادن و تمویل مالی میکردن و از لحاظ سیاسی هم اجندایی که در توافق با امریکا و در توافق با روسیه بود به او انتقال میدادند. و یکی هم مذاکراتی بود که در ژنو در یک و دو صورت گرفت و و بیشتر میخواستند که امی دو اجندایی که در خود انقلاب سوریه یا در خود فضای سیاسی سوریه مطرح بود که یک تعداد میخواستند باعث یک اجندای سکولار یا اجندایی که کاملا لیبرال باشه میخواستند در سوریه تطبیق بکنن و یک تعداد دیگه میخواستند که نباید یک اجندای اسلامی که یک تعداد از گروه ها به شکل اسلامی او را حمل میکردن این اجندا و در اصل امی تمام پیچیدگی از این انقلاب یا پیچیدگی از این تنش سیاسی یا این جنگ سیاسی تناقض و تضاد بین از این دو تا دیدگاه بوده است. که یعنی طرف های درگیر در سوریه هم چندین نفر تجربه کردن به خاطر رسیدن به یک هدف از جنگ و نبردهای رودرو و مختلف گرفته تا حتی مذاکرات هم که رودرو انجام دادن. ولی حل بحران سوریه را در چی میبینید شما قایم میلاد؟ این که با جنگ طرف ها به پیروزی میرسن و در نهایت بحران ختم میشه یا از طریق گفتگوها؟ خب یک چیز باید ما توجه داشته باشیم که دولت ها وقتی که ایجاد میشه مهم است که امو اکثریت مردم روی ایجاد و ثبات دولت توافق دارن یا ندارن. ولی مهم این اگر... است که حالا در سوریه وضعیت فرق میکنه به این مفهوم که یک طرف یعنی با مخالفین از طرف دیگه با بشار الاسد است و طرف های دیگه هم مثلا که اصلا برنامه دیگه کشورها را عملی میسازن، یعنی یک اجماعی که در سوریه شکل گرفته باشه تا خود سوریه به تصمیم بگیرن و اقدام بکنن اصلا وجود نداره. دقیقاً وقتی که ما به تاریخ دولت از زمان
حافظ الاسد حتی پیش زو و بعد زو در وقت بشار الاسد توجه داشته باشیم. دستلیت 10% مردم سوریه در حکومت سوریه دخیل بودن و 90% مردم از به شکل زور اکسکلود شده بودن یا اخراج شده بودن از پروسه سیاسی و یک نمایندگی سیاسی در فوج، در خود حکومت، در پارلمان، در دینی بخشا نداشتن. از این خاطر استاس یک پتانسیل را ایجاد کرد که علیه حکومت باید یا اعتراض بکنن و اعتراض یک وقت از شکل مسالمت‌آمیز به شکل نظامیش مبدل میشه و بالاخره میخواد که رژیم تغییر بده. اما در پالویش احساسات اسلامی مردم و بعض از مفکوره هایی که باعث راه حل مطرح میشد، او هم میخواست که بیای حکومت کنه، اما متاسفانه که او باز با یک توافق بین‌المللی که مثلا او دولت به رسمیت شناخته شود شناخته نشد و به اساس نیاز بود که انقلابیون باید تضعیف میشد برای اینکه یا یک بدیل مشخص ارائه کرده نتونستن. پس بشار باعث یک دولتی که بوجزی که غیر قانونی است، مشروعیت چیز نداره، حمایت مردمی نداره، بازم در قدرت میمونه. یعنی فعلا هم شما با وضعیتی که در سوریه است خیلی امیدوار به این نیستن که بحران سوریه به زودی حل شود دیگه؟ اصلا فکر نمیکنم که بحران سوریه به زودی حل شود، چون اجنده هایی که در جریان است او رو به حل، یعنی به طرف حل بحران نمیره، بلکه به طرف پیچیدگی بحران میره و به طرف زی میره که چطور با منافع ابرقدرت ها خصوصا روسیه و آمریکا و بعضی کشورهایی که به شکل منطقوی نفوذ دارن چطور با اجنده های زود در توافق باشن. سپاسگزارم از موقع میلاد، از حضور شما در جان ما خیلی خوش آمدید. شکر خوش ادامه جان ما را هم تا لحظات بعد ببینید.